قیس خادمی، بوکسر افغان شب گذشته در مسابقه در لندن وارد رینگ مسابقه شد و با شکست دادن بوکسر بریتانی به نام بین نورمان، صاحب کمربند قهرمانی سازمان بین المللی بوکس International Boxing Organization شد. این مسابقه در سالن بوکس یورک هال لندن برگزار شد و قیس خادمی با پیروزی خود کمربند سازمان بین المللی IBO را به دست آورد. علاوه بر این او عنوان قهرمانی قاره اروپا و لقب IBO Continental Title را نیز به دست آورد. قیس خادمی یک بوکسر حرفه ای افغان است که در حرفه خود تا کنون با 6 برد و 2 شکست رکورد قابل توجهی دارد. او در سال 2017 وارد دنیای بوکس حرفه ای شد و از آن زمان به تدریج موفقیت های چشمگیر را به دست آورد. قیس خادمی قبل از مسابقه با بین نورمان آمادگی خود را به خوبی نشان داده بود. مسابقه دیشب بین قیس خادمی و بین نورمان در 10 نوبت 3 دقیقه‌ای برگزار شد و قهرمان این دوره دو کمربند سازمان جهانی مشت‌زنی اروپا و فدراسیون جهانی مشت‌زنی را نیز به دست آورد. قیس خادمی در این مسابقه به اجرای برتر خود نشان داد که توانایی و استعداد بالقوه او در بوکس بسیار قابل توجه است و افتخار بزرگی برای ورزشکاران افغانستان به شمار می رود. موفقیت قیس خادمی در این مسابقه نشان داد که ورزشکاران افغانستان همچنان در رشته‌های ورزشی بین‌المللی قابل توجه هستند و قادر به رقابت با ورزشکاران برجسته جهان می باشند. این پیروزی می تواند اثرات مثبتی در جامعه ورزشی افغانستان داشته باشد و جوانان افغان را به فعالیت‌های ورزشی تشویق کند. قیس خادمی با دستاوردهای خود الگویی برای جوانان افغانستان میتواند باشد و از طریق تلاش و استمرار و تمرین به رشد و پیشرفت در هر حوزه ورزشی دست یابد. قیس ورزشکار و وزنه‌بردار افغانستان که در رشته وزنه‌برداری بین‌المللی شهرت دارد. او در تاریخ 1998 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمد. قیس خادمی در سنین جوانی با ورزش وزنه‌برداری آشنا شد و با تمرینات سخت و تلاش مداوم به یکی از موفق ترین ورزشکاران افغانستان در این رشته تبدیل شد. او توانست با تلاش بی‌وقفه و تمرینات سخت موفقیت‌های بزرگی در سطح بین‌الملل به دست آورد. یکی از موفقیت‌های بزرگ قیس خادمی شرکت و مدال‌آوری در المپیک 2016 در ریو بود. او در این رقابت‌ها در وزن برداری دسته 81 کیلوگرم شرکت کرد و مدال برنز را برای افغانستان به ارمغان آورد. این موفقیت باعث شد تا قیس خادمی به عنوان اولین وزن بردار افغانستان در تاریخ المپیک معرفی شود. بعد از موفقیت در المپیک به یکی از نمادهای ورزشی افغانستان تبدیل شد و در جامعه ورزشی این کشور بسیار محبوب شد. قیس خادمی اکنون به عنوان یک قهرمان معتبر در دنیای بوکس شناخته می شود و موفقیت‌هایش در جهان ورزش به ویژه در سازمان بین‌المللی بوکس شهرت و اعتبار او را بیشتر می کند. این دستاورد قابلیت الهام بخشیدن به جوانان افغانستان و ترویج ورزش در کشور دارد. موفقیت قیس خادمی نشان می دهد که با تمرکز تمامیت و تعهد می توان در هر حوزه‌ای به بالاترین سطوح دست یافت. ورزش به عنوان یک وسیله ارتقای جسمی و روحی نه تنها بهبود فردی و سلامتی افراد کمک می کند، بلکه می تواند برای توسعه و رشد جامعه کشور نیز مؤثر باشد. با موفقیت قیس خادمی در مسابقات بین‌المللی بوکس، امیدواریم که ورزش در افغانستان بیشتر ترویج یابد و جوانان دیگری نیز الهام بگیرند تا در رشته‌های ورزشی مختلف به دستاوردهای بزرگی دست یابند. با توجه به دستاوردهای قیس خادمی باید توجه به پتانسیل های ورزشی در افغانستان افزایش یابد.
در زمینه‌های مناسب برای توسعه ورزش پشتیبانی از ورزشکاران در نظر گرفته شود. این دستاوردها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش و توانمندسازی ورزشکاران می‌تواند به نتایج بزرگی دست یابد. در نهایت موفقیت قیس خادمی در کسب کمربند قهرمانی سازمان بین‌المللی بوکس و جایگاه او در جهان ورزش برای جامعه افغانستان افتخار بزرگی است و باید این دستاورد را به عنوان نمونه از استعدادها و استعدادهای ورزشی در کشور تقدیر کرد. تشکر از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. لطفا نظرات خود را در بخش کامنت برای ما بنویسید.